همونطور که میدونیم همیشه به اختاپوس زل میشه اما واقعا کی پشت این همه شکنجه استش خب من میخوام این نه قسمت رو ببینم تا بفهمم قضیه چیه اولین قسمتی که اختاپوس شکنجه میشه قسمت جلی فیشینگ هستش قسمت با این شروع میشه که باب و پاتریک یه عروس دریایی رو میپان و بعدش با یه سری حرکت های ابرقهرمانی میرن که عروس دریایی رو بگیرن در نهایت شکست میخورن ولی بله میرن جلوی در اختاپوس و ازش میپرسن که آیا میخواد باهاشون بره شکار عروس دریایی یا نه و طبیعتا اختاپوس نمیخواد بره بعد اولین لحظه شکنجه اختاپوس رو میبینیم وقتی داره بوت چرخش میره و خندون داره میچرخه یه عروس دریایی میره توی دهنش و باعث میشه کنترلش رو از دست بده از یه صخره پرت میشه و منفجر میشه نتیجهش این میشه که برمیگرده خونه توی یه کچه کامل و روی ویلچر و برای اینکه اوضا بدتر بشه باب و پاتریک تلاش میکنن با مهمونی به استقبالش برن انگار که دارن براش خوشامدگویی میگیرن ولی پاتریک شروع میکنه به فوت کردن سوپ داغ توی صورت اختاپوس و اختاپوس نمیتونه حرف بزنه بعد بابسفنجی مجبورش میکنه که بره شکار عروس دیایی که خب طبیعتا ایده خوبی نیستش حتی اختاپوس سعی میکنه فرار کنه ولی بابسفنجی دوباره برش میکردونه و بعدش پاتیک سعی میکنه تو رو بهش بده ولی خب معلومه اختاپوس توی اون گشت نمیتونه بگیره پس پاتریک تو رو صاف میزنه تو دستش بعد اختاپوس خسته میشه و میره یه عروس دریایی بگیره ولی با بدشانسی عروس دریایی میره پیش مامان عروس دریایی و این بدبخت توسط بزرگترین عروس دریایی که تا حالا دیدم نیش زده میشه در حالی که بابسمندی و پاتیک فقط دارن تشویقش میکنن خودشون هم یه ذره کتک میخورن ولی نه به اندازه اختاپوس که برمیگرده خونه با یه گچه حتی بزرگتر روی تخت باب و پاتیک سعی میکنن ازش معذرت خواهی کنن که حرکت خوبی از طرف اونا بود و یک کادوی کوچیک براش میارن که همون عروس دریایی بود که اختابوس نتونسته بود بگیره اختابوس اون رو آزاد میکنه و یه ذره میخنده تا وقتی که مامان عروس دریایی از ناکجابات پیداش میشه و دوباره نیشش میزنه این بنده خدا توی کل این قسمت یه نفس راحت هم نمیکشه حالا از این قسمت مشخصی که داره شکنجه میشه ولی هنوز سخت میشه کسی رو مقصر دونست بله پاتریک که سری کاره عجیب کرد و فکر میکنم خودش هم میدونست که داره چی کار میکنه چون در نهایت معذرت خواهی کرد ولی بیشتر شکنجه این قسمت از طرف ای عروس دریایی بود و نمیشه خیلی طبیعت رو مقصر دونست خب بریم سراغ قسمت بعد آیا الان خوشحالی این قسمت با این شروع میشه که اختاپوس از خنده های که داره کتاب میخونه اذیت میشه که خیلی چیز عجیبی نیست ولی بیایید مستقیم بریم سراغ شکنجه برای شروع اختاپوس هیچ خاطره شادی نداره برای همین بابت تصمیم میگیره که بهش خاطره شاد بده اونا میرن یه کنسرت موسیقی و اختاپوس واقعا داره لذت میبره تا وقتی که کمان ویولونیس پرت میشه و میره توی چشمش بعدش میرن به این موزه هنر و اونجا هم خوب پیش میره چون اختاپوس یکی از آثار هنری خودش توی موزه میبینه و داره شادترین خاطره زندگیشو به دست میاره تا وقتی که یه مشکل کل اثر هنریشون میسوزونه واضحه که این حسابی ناراحتش میکنه بعد از همه اینا باب اسفنجی اختاپوس رو میبره توی یه سفر با بالا و از همون اول اوضا بد میشه چون اختاپوس از ارتفاع میترسه بعد باب اسفنجی بالون رو میتره کنه و اونا توی کوه گیر میکنن و اختاپوس یه میله پرچم رو مستقیم میکوبه توی پای اختاپوس همین باعث بهمن میشه بعد از این همه شکنجه اختاپوس دیگه کلا بیخیال داشتنی خاطره شاد میشه و افسرده برمیگرده خونه حالا وقتی اختابوس توی خونه است دیگه به شکل فیزیکی شکنجه نمیشه ولی میشه دید که همه این شکنجه ها چقدر روش تاثیر گذاشته اون کاملا افسرده شده و تو حتی توی قسمت اشارههایی میشه که اختاپوس میخواد یه کار خیلی بد با خودش بکنه با اسفنجی واقعا تلاش میکنه رو خوشحال کنه ولی هر کاری میکنه انگار بیشتر افسردهش میکنه و این نکته مهمیه در نهایت باب اسفنجی واقعا اختابوس رو میدوزه و اونو توی مهمونی خاطره خوش با کل عروسک های کاغذی از خودش میندازه اختابوس شروع میکنه به پاره کردن اون عروسک ها به طرز خشونت میز و معلوم میشه که این در واقع شادترین خاطرشه اما باید به این نکته توجه کنید که چقدر توی این لحظه دیوونه به نظر میاد و چقدر از این کار لذت میبره انگار داره خشم فروخوردهش رو بیرون میریزه و تصور میکنه که داره واقعا باب رو میکشه حالا این قسمت به نظر میاد یکی از اون قسمت هایی باشه که بابس فنجی داره رو شکنجه میکنه و یه جورایی هم هست ولی نمیشه کاملا اونو مقصر دونست چون واقعا داره تلاش میکنه که اختاپوس رو شکنجه نده ولی به هر حال این اتفاق میافته انگار که یه نفر تلس شده باشه که هر کاری میکنه باعث شکنجه اختبوس میشه شاید الان این عجیب به نظر برسه ولی جلوتر که بریم ممکنه منطقی به نظر برسه حالا که داریم درباره اینکه اتوبوس چقدر از بابسفنجی متنفره صحبت میکنیم بریم سراغ قسمت بعدی مردن برای پای این قسمت با نشون دادن این شروع میشه که چقدر اختاپوس از باب عصبیه درست مثل قسمت قبلی اختاپوس باید برای باب هدیه بخره چون توی انجمن برادری کارمندی و باب اسفنجی براش یه سویشت از موجه ها و یه سویشت از اش خریده آقای خرچنگ هم رو مجبور میکنه که برای باب یه هدیه بخره اختاپوس دزهای دریایی رو میبینه که پای کش میفوشن ولی اونا خودشون میگن که اینا پای نیستن بلکه بمب هستن ولی اختاپوس به حال یکی از اون پایها رو به قیمت 25 دلار میخره و هدیه رو به آقای خشنگ نشون میده بعد میبینیم که آقای خشنگ یه ذره از اون پای رو میندازه و نصف رستوران آقای خشنگ منفجر میشه حالا حس بزن چی میشه بازفنجی انگشتاشو میلیسه و از اختاپوس برای پای تشکر میکنه حالا میخوایم یه طرف متفاوت از اختاپوس رو ببینیم اختاپوس شروع میکنه به وحشت زدگی و حتی گریه میکنه برای بابسفنجی و تصمیم میگیره که آخرین ساعت زندگی بابسفنجی رو فوق العاده کنه اون به بابسفنجی یه روز عالی میده و هر کاری که فنجی میخواد رو انجام میده و بابسفنجی رو خیلی خوشحال میکنه که در واقع حرکت شیرین از طرف اختاپوس بود بابسفنجی بالاخره همون توجهی که همیشه از اختاپوس میخواست رو به دست میاره در حالی که این لحظه قشنگ و دوست داشتنیه و ولی من میخوام مستقیم بریم سراغ مهمترین بخش این قسمت پس با اسفنجی و کنارم دراز کشیدن و دارم غروب خورشید رو تماشا میکنن و قرار بودی که وقتی خورشید غروب میکنه بابسفنجی منفجر بشه بابسفنجی حتی میگه که اگه الان بمیره خوشحال میشه که آخرین روزش رو با اختابوس گذرونده این جمله خیلی غم و حتی روی اختاپوس هم حسابی تاثیر میذاره همزمان با غروب خورشید اختاپوس با استرس عرق میکنه و به نظر میاد که باب اسفنجی منفجر شده و اختاپوس شروع میکنه به گریه کردن اما معلوم میشه که باب در واقع منفجر نشده و فقط بمبای حبابی رو فوت کرده اختاپوس واقعا ناراحت میشه که باب اسفنجی و بعد مشخص میشه که باب اسفنجی حتی پای کیک رو نخورده بود چون میخواست با اختاپوس شریک بشه ولی بعد باب اسفنجی میفته و پای توی صورت اختاپوس منفجر میشه که طبق معمول اختاپوس دوباره یه جوری شکنجه میشه تو این قسمت اختاپوس چیز خیلی خاصی به باب نمیگه ولی مهم نحوه واکنششه بله اون عصبانیه که بابسفنجی اسفنجی نمورده ولی دلیلش بیشتر اینه که احساس میکنه وقتش طرف شده و انگار سر کاره اما علاوه بر اون اختاپوس واقعا از مرگ احتمالی بابسفنجی ناراحت میشه و حتی به گریه میافته این نشون میده که با وجود تمام شکنجهایی که از طرف باب اسفنجی تحمل میکنه هنوز در اعماق وجودش باب رو دوست داره این ما رو به قسمت دیگه میرسونه که توی اون اختابوس به صورت کلامی تایید میکنه که به بابسفنجی اهمیت میده این قسمت همون شیفت قبرستون هستش اکثر ما این قسمت رو میشناسیم ولی سریعا خلاصش میکنم توی این قسمت اختابوس و بابسفنجی شیفت شب رو توی رستوران ناقه خرچنگ کار میکنن و بابسفنجی از شب وحشت داره اختاپوس هم برای ترسوندن بابسفنجی یه داستان ساختگی درباره هش سلینگر سلشر تعریف میکنه اما داستانش کم کم به واقعیت تبدیل میشه حالا لحظه مهم قسمت اینجاست وقتی هش سلینگر اسلشر وارد خرچنگ میشه اوکتوپوس ترسیده و داره باب اسفنجی رو بغل میکنه و فکر میکنه که داره میمیره توی همین لحظه اوکتوپوس به باب اسفنجی میگه باب اسفنجی که گفتم همیشه یه جورایی دوستت داشتم این جمله خیلی مهمه باب اسفنجی یکی از منابع اصلی شکنجه های اوکتوپوسه ولی با این حال اوکتوپوس هنوز به باب اسفنجی علاقه داره با این وجود این به این معنا نیست که باب اسفنجی دیگه هیچ نقشی توی شکنجه اختاپوس نداره هنوز نمیتونیم کاملا اونو رو تبرئه کنیم پس باید یه قسمت دیگر هم ببینیم تا بیشتر بفهمیم دینامیک بین این دو چطوره قسمت بعدی که میخوایم بررسی کنیم نرمال نبودن هستش من همیشه فکر میکردم باب اسفنجی به اندازه کافی باهوش نیست که بفهمه داره بقیه رو شکنجه میکنه و صرفا از روی ناآگاهی این کار انجام میده ولی این قسمت نظر منو عوض کرد قسمت با این شروع میشه که اختاپوس داره با آرامش میخوابه تا اینکه از خندههای بلند باب بیدار میشه خب باب با سر صدا داره اختاپوس دیوونه میکنه و اختاپوس عصبانی میاد به خونهش داد میزنه اولش با زیاد اهمیت نمیده ولی وقتی اختاپوس بهش میگه که عادی نیست این حرف با رو ناراحت میکنه معمولا با به این چیزا توجهی نمیکرد اما این بار اون واقعا ناراحت میشه به خاطر همین یه جمله با میره یه فیلم درباره چطور عادی باشیم میبینه و سعی میکنه رو کاملا تغییر بده تا اختاپوس خوشحال کنه این اولین بار نشون میده که باب اسفنجی هم یه بعد عمیق تر داره که باعث میشه اون رو یه شخصیت واقعی تر ببینیم معمولا ما باب اسفنجی رو میبینیم که بی ملاحظه به نظر میرسه و اهمیتی نمیده که داره بقیه رو اذیت میکنه و کاملا بی توجه به حرفای بقیه است ولی این قسمت فرق داره باب واقعا دچار عدم اعتماد به نفس میشه حالا شاید فکر کنید که خب اگه خودش آگاهه چرا همچنان همه رو اذیت میکنه خب جوابش توی پایان این قسمته در پایان قسمت همه از نسخه عادی باب متنفر میشن و ازش میخوان که به همون حالت اصلیش برگرده این نشون که با اینکه باب اذیت کننده است این فقط بخش از شخصیتشه و مردم در دوستش دارن برای چیزی که هستش با این اطلاعات میتونیم بگیم که باب اسفنجی رو از لیست مزنون شکنجه اکتوپوس خط بزنیم چون عمدن این کارو نمیکنه بلکه فقط داره همون شخصیت خودش نشون میده و نمیتونه تغییرش بده همین موضوع در مورد پاتریک هم صدق میکنه چون اون هم خیلی شبیه به باب اسفنجیه بنابراین پاتریک هم از لیست مزنون خط میخوره حالا دو مزنون دیگه باقی میمونن ولی قبل از اینکه به اونا بپردازیم باید قسمت بعدی رو ببینیم دوستان وحشی این قسمت هم دوباره نشون میده که اختاپوس شکنجه میشه اما چیزی که جالبه اینه که یه مزنون بلقوه تو این قسمت معرفی میشه راوی معروف به فرانچی این راوی فقط یه صدای ساده نیستش بلکه شخصیت واقعی توی دنیای بابسفنجیه که داره این نمایش توی جهان خودش میسازه توی این قسمت خوشید سبز میکنه و همه شخصیت رو به نسخه های وحشی و واقعی خودشون تبدیل میکنه برای مثال آقای خرشنگ تبدیل به خرچنگ واقعی میشه اختاپوس تبدیل به اختاپوس ترسناک میشه و باب هم فقط یه اسفنج عادی میشه و نکته جالب اینجاست که وقتی این اتفاق میفته اونا کاملا تغییر میکنن و به موجودات وحشی تبدیل میشن حتی بعد از اینکه به حالت اولشون برمیگردن هیچ چیز از اون زمان یادشون نمیاد از اونجایی که سندی یه موجود زمینه تحت تاثیر ماه قرار نمیگیره وقتی این اتفاق میفته اون واقعا با راوی تماس میگیره که این واقعا عجیب و غیر منتظر است حالا اینجا من فکر میکنم که این ماجرا پنهانی در جریانه روایتگر یاما فرانچی احتمالا یه نیروی پنهان پشت صحنه نمایش باب که تلاش میکنه یه برنامه جذاب برای کودکان بسازه بچه عاشق مایها هستن پس اون به سراغ شهر بیکین باتم میره و به نحوی کار میکنه که موجودات اونجا خداگاه و واقعی بشن موجوداتی که بتونن حرف بزنن و نمایش سرگرم کننده ارائه بدن در قسمت دوستان وحشی که قبلا بهش اشاره شد دیدیم که روایتگر خودش به عنوان شخصیت واقعی وارد داستان میشه ولی این تنها مدده که نیست که نشون میده اون در حال ساخته این نمایشه در قسمت حقیقت یا مربع وقتی که باب اسفنجی و دوستاش وارد اتاق نظارتی آقای خشن میشن میبینیم که دوربین هایی در سراسر سر, سر بیکینی باتم قرار داره اولش به نظر میاد آقای خشن فقط یه نوع عجیبه. ولی یه جا یکی از دوربین ها، یه زاویه پشت سر از خود گروه رو نشون میده و بعد دوربین فیلم بردار و میکروفون داره رو می‌بینه. این به طور کامل دیوار چهارم رو میشنه و نشون میده که این نمایش به طور زنده در با باتم زد میشه و صرفا یه کارتون ساده نیست با توجه به اینکه این زاویه دوربین در اتاق نظارتی قای خرچنگ بوده یعنی همه دوربین‌ها دوربین ها در واقع بخشی از این نمایش هستن حالا این یا نشون میده که مایه دارن به روایتگر کمک میکنن یا اینکه روایتگر اونها رو مجبور به همکاری کرده تا این برنامه رو بسازه همچنین در قسمت راندن رایگان وقتی اسفنجی در حین امتحان قایقرانی به روایتگر برخورد میکنه ما میبینیم که دوربین میشکنه و روایتگر رو, رو روی زمین میبینیم این موضوع به خوبی دیوار بین دنیای کارتون و واقعیت رو از بین میبره و نشون میده که همه چیز شاید فقط این نمایش از پیش ساخته شده است که روایتگر داره کنترلش میکنه حالا اگه این فرض رو قبول کنیم پس تمام شکنجهایی که سر اکتوپوس میاد ممکنه به خاطر این باشه که روایتگر فکر میکنه این کار نمایش رو خنده دارتر میکنه ولی قبل از اینکه کاملا روایتگر رو مقصر بدونیم باید به آخرین مزحوم اشاره کنیم نیکلودن اگه ما فرض کنیم که همه اینو بخشی از یه نمایش برنامه‌ریزی شده است میتونیم بگیم که نه تنها روایتگر بلکه نیکلودن هم در این ماجرا نقش داره شبکه‌ای که با اسفنجی رو پخش میکنه ممکنه فشارهای خاصی رو برای ایجاد صحنه‌های تنز و شاید حتی شکنجه عمدی روی شخصیت‌ها رو مثل اکتاپوس وارد کرده باشه چون میدونن که تماشاگرها از چنین لحظاتی لذت میبرن. ببین اصلا جای بحث نداره که نیکلودن شکنجه رو بامزه میدونه یعنی از یه طرف منطقیه چون برای دلیل عجیب و غریب بچه ها عاشق اینن که ببینن بقیه آسیم ببینن نمیدونم چرا ولی جواب میده و به نظر میاد که نیکلودن خیلی از این فرمول استفاده میکنه تا بخندونه ولی فقط اوکتاپوس نیست که شکنجه میشه خانم پاف هم مرتبا شکنجه میشه آقای خرچنگ هم همینطور حتی خود بابسفنجی هم بعضی وقتا ولی اوکتاپوس بیشتر از همه چون همه عاشق بابسفنجی هستن و شکنجه کردنم آدم که ازش متنفره عالیه واکنش های بامزه ای داره و انگار یه جور کارماس برای بد بودنش به پسر اسفنجی کوچولمون ولی نمیتونیم فقط نیکلودن رو مقصر بدونیم چون اونا در واقع سازنده نمایش نیستن روایتگره که همه چی رو در دست داره نیکلودن فقط یه پخش کننده است ولی این روایتگره که تمام تصاویر رو از بیکینه باتم جمع میکنه و اون رو به نیکلودن میده در واقع این روایتگره که همه رو مثل عروسک دستکاری میکنه و اکتوپوس رو عمدن شکنجه میده چون میدونه این باعث میشه نمایشش بهتر بشه اگه به چیزایی که قبلا گفتم فکر کنید متوجه میشید که بابسونجی عاشق اختاپوسه و فقط میخواد باش دوست باشه اختاپوس هم با اسفنجی رو دوست داره اگه زندگیشون ضبط نمیشد احتمالا دوستای خیلی خوبی میشدن ولی خب اگه دشمن نبودن اپیزودها جذابیت خودشون از دست میدادن حتی آقای خرچنگ و پلانکتون هم همینطورن توی اپیزود بهترین دشمنان دیدیم که واقعا با هم حال میکنن و یه تیم خوبن و از این رقابت لذت میبرند. ولی همونطور که گفتم اگه اینا با هم رفیق باشن داستان جذاب نمیشه روایتگر خیلی قدرتمنده اگه اگر های تصادفی رو تبدیل به فیلم بردار کرده و حتی آقای خرچنگ رو مجبور کرده که دوربین توی اتاق مخفی نصب کنه یعنی کنترل زیادی روی مایه ها داره حتی به نظرم بابسپنجم اسفنجی هم انقدر آزاردهنده نیبود اگه مجبور نبود برای دوربین بازی کنه کل دنیای با یه دنیای ساختگیه و این یعنی شکنجه اختاپوس همش فقط برای دوربین و برای سعیم کردن ماست شاید حتی تقصیر خود ما باشه که انقدر از شکنجه شدن اختاپوس خوشمون میاد در نهایت روایتگر دلیل اصلی پشت همه شکنجه های اختاپوسه یا شاید هم خیلی داریم پیچیدش میکنیم و همش نمایشه و در واقع نیکلودن مقصره و هیچ چیز دیگه ای وجود نداره ولی این تئوری خیلی کسل کننده است همه اینا تقصیر روایتگره من ثابت کردم روایتگر اختاپوس شکنجه میده خب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگر از ویدیو لذت بودید حتما لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله بزنید تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید خدا نگهدار